ای نسخه نامه الهی که توی ای آینه جمال شاهی که توی بیرونز تو نیست آنچه در عالم است از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی امشب قصد داریم یک قدر حرف و حدیث در باب یکی از شخصیت های نامدار و بزرگ جهان باب گفتگو را باز کنیم هرچند من با درک ناچیزی که دارم موارد را اندر باب آرا و شخصیت این مرد نامدار جهان قرائت خواهم کرد هرچند در عصری که مولوی پژوهی بخش بزرگ از شناس و شناخت مولوی در جهان است حرف زدن ما اندر باب شخصیت ایشان جسارت بیش نخواهد بود هرچند در طول برنامه سعی خواهیم کرد تا کسب فیض کنیم از سخنان پرمغز و پرگوهر مهمانانی که با من در این بحث حضور دارند اما برای شکل دادن تصویر کلی من گریز میزنم و حداقل تصویر مختصر از زندگی و کارنامه بزرگ این مرد چیزهایی خواهم گفت این بزرگ مرد ادبیات جهان و شاعر نامدار زاده بلخ است اما او فقط شاعر نیست و فقط ادیب هم نیست او معلم است او عاشق است او عارف است و از هم مهمتر او روانشناس و جامعه شناس بزرگی بود که همین اکنون تمامی جوامی رفتن به آرای او چنگ زدن تا این بشر سرگشته بتونه وارستگی خود را از ابیات و از غزلهای پرمغز او پیدا کنند برای او القاب نظیر مولوی مولانا خداوندگار را میدادند و همین اکنون هم پیشوند و پسوند به شخصیت زیبای ایشان برمیچسپانند و همچنان از برخی از اشعار ایشان تخلصشان خاموش یا خموش است که روایت های مختلف وجود دارد زندگی پر فراز نشیب دارد و داشت در دوازده سالگی زادگاه خود بلخ را با پدر ترک می کند اول به حج و سپس به ترکیه و به کنیه جایی که سرانجام چشم از جهان بست راهی می شود پدر او سلطان ولد حرف بزرگ در آن زمان بر زبان آورد اینکه تا محمد شا بر تخت نشسته به شهر خیش باز نخواهد گشت در طول سفر پدر با پسر با فریدین عطار نیشاپوری نیز ملاقات داشتند که در آن زمان مولانا سن بزرگ نداشت اما عطار مولانا را ستود و کتاب اسرار نامه را به او هدیه کرد یکی از وقایع بزرگ زندگی این مرد بزرگ ملاقات او با شمس است هرچند کسی نمیداند شمس به مولانا چی گفت که او را این گونه دگرگون کرد شمس مولانا را چنان شیفته کرد که درس و زندگی را کنار گذاشت و به شیر و ترانه و دف و سماو و چنگ پرداخت و از آن زمان طبع شیر و شاعری بیشتر از پیش در او شکوفا شد به همون لحاظ دیوان شمس کتاب اثر ماندگار از این مرد است و در پایان هم ما مولانا های مختلف و مولوی های چند چهرگونه را میشناسیم بر فرض در دیوان شمس بیشتر ما مولانای را میشناسیم که او عاشق است و از فراق و از وسال و هجرت شیر می و حرف میزند و اما در مصنوی و معنوی بیشتر مولانا به معلمی می ماند که به بشریت درس میگوید یک بحثی که در افغانستان چند روز شد سرصدا برپا کرد این که نمی ترکیه و ایران به دنبال این است که میراث فرهنگی خود را با ضرب زدن نام مولانا در تاریخیش شکوفا و خوشاب و رنگ بسازند اما در افغانستان یک بحث واقعا آدم وقتی می خواهد باب گفتگوی باز کنه از درون احساس ندامت می خود مولانا آن زمان می که وقت ما در این جغرافیا زندگی می کردیم، کسی بر ما قدر نمیکرد به همین لحاظ ما راهی جغرافیای دیگر شدیم و حتی اون مردم به حد اشتیاق به شیر ما داشتن که مگر ما شیر نمی گفتیم خاطرشان از ما ملول میگشت. از اون زمان ما به شیر و, و حرف حدیث این مرد بزرگ علاقه نداشتیم حالا اگر ما گهگاه که صدا بلند می کنیم که مولانا و مولوی حق ما هم است جدا که هست اما صادقانه با آرا و اندیشه های او چه کردیم چقدر قدر مولانا چه گفت واسیت های او چی است درس های او چی است و اخلاق که از بزرگترین مسائل او است چقدر ما امروز در جامعه به او عمل می کنیم حالا تمام مسائل با مهمانان محترم این بحث در میان میگذاریم که آیا مولانا را می توانیم به جغرافی های محدود بکنیم که از کجاست از کیست مال کی باشد یا خیر با همین لحاظ مهمانان محترم محترمی که محترم امشب با من در این بحث حضور دارند جناب آقای پرتو نادری شاعر و نویسنده به این جناب آقای قنبرعلی تابش شاعر و پژوهشگر و این ترتیب جناب آقای محترم سید اسکر موسوی جامعه شناس مهمان محترم بس بسیار خوش آمدی شکر. نادری بزرگوار باب گفتگو را مایلم ما با شما باز کنم و اینکه آیا می توان مولانا را محدود به جغرافیایی کرد مولوی را و استنباط کرد که مولانا مال این سرزمین است یا آن سرزمین چه برداشتیم می توانیم کرد؟ به نام خداوند بزرگ و تقدیم سلام به دکتر سیب تابوش سیب و بینندگان برنامه بدون تردید مولانا به مانند هر انسان دیگری از یک پدر و مادر در یک زمان معین و در یک جغرافیای معین به دنیا آمده که زادگاهش و وطنش و سرزمینش یک حوزه بوده به نام بلخ که در آن روزگار یکی از شهرهای آبادان و مرکز علم و معرفت و عرفان خراسان بزرگ بود که به نام قبت الاسلام و ام البلاد یاد این لقب ها را داشت ولی ما زمانی که مولانای را میبینیم که پس از دیدار با شمس مثلا در قونیه بعد به آن با او آثار بزرگ خود را میآفرینه البته حالا جای بحثش نیست من اعتقاد به این ندارم که این شمس بود که تنها مولانا را دیگرگون کرد بلکه این مولانا هم شمس را بسیار دیگرگون کرده بود یعنی تأثیر متقابل دو شخصیت بود آها. که امروز در جهان مطرح است جهان را در نوردیده دقیقا مولانایی است که با مصنوی خود در نوردیده با عمدتا با غزلیات شمس دیوان شمس خوب البته کتابای دیگر دارم مکتوبات فی مافی <تصفح> یک مثال شاعرانه براتون اگه عرض بکنم وقتی که آفتاب از پشت کوه در یک دهکده بیرون میشه اهل دهکده تصور میکنن که این آفتاب اینها است ولی آفتاب برای دهکده از پشت یک کوه معین که کوه یک نام داره بلند میشه ولی بعدا و میبینیم که این آفتاب آفتاب جهان است و به همه جهان ارتباط داره مولانا در حالا یک چنین موقعیتی پیدا کرده که با او اندیشه هایی که داره یک اندیشه های انسانی که داره یک شخصیت جهانیست در او هیچ تردید وجود نداره ولی ریشه هایش برمیگرده با خراسان زمین امروز که این بحث ها مابین افغانستان و ایران و ترکیه وجود داره میخوام بگم در آن روزگار حاکمیت بزرگ در این منطقه است خارزم شاهیان بود سلطان محمد خارزم خارزم شاه هم بلخ مثلا زیر نفوذش بوده و هم بخش از ایران و سلاجقه اینجا حاکم بود و آن چیزی که ما به نام ترکیه میگیم اون زمان بخشی از متصرفات روم بود از همین خاطر مولانا چون به اون رومی شرقی به قونیه رفته بود از خاطر در اروپا دیگه هیچ نامی پیش رویش یا پسفند و پیشوندی نیست فقط میگن رومی دلیلش دلیل شمی است من برداشت ما است که مولانا را به یک جغرافیای معین محدود کردن درست نیست ولی ای یک واقعیت مسلم است که اون در بلخ زاده شد دوازده سال اینجا زندگی کرد سید برهان الدین محقق ترمیزی که از مریدان پدرش بود برای ازی آموزش های ابتدایی علمی و ادبی ادبیات فارسی را یاد داد و این علاقمندی مولانا که در آخر عمر با سنایی غزنوی بود دلیلش هم این بود که اون سید برهان الدین محقق ترمیزی سخت شیفته سنایی بود و با اشعار سنایی مولانا را آشنا ساخته بود در همان کودکی و بعدا هم که مصنوی آفریده شد زیر تلقینات مثلا یا تشویق حسام الدین چلبی که به سبک مثلا حریقه صنای باید شعر بسرایه ما فکر میکنم که از این چیزایش انسان نمیتونه که صرف نظر بکنه در در قدم اول مولانا به یک حوزه مدنی بزرگ تمدنی بزرگ ارتباط داره آها. و زبان فارسی را من تصورم یا برداشت ما که این زبان یک تمدن است زبان یک حوزه بزرگ تمدنی است و بعد برمیگرده به جهان به کل جهان ای که بعضی کشورها میخواد که ای را این به صورت اینساری گویا به خود چه گویا کنه به نظر یک نوع استبداد است که در مورد این شخصیت بزرگ چه میشه روا داشته من چند روز پیش که این مسئله بحث مطرح بود ما گفتم اگر این پیش ازی که شهروند این یا آن کشور باشه گفتم این شهروند جمهوری فارسی دری است, است و شهروند جمهوری عشق است و مسنوی معنوی را میشه به آدرس فارسی دری مثلا ثبت کرد و به هر حال من ناراحت نیستم ولی من میتونم که چرا چنین کاری در مورد افغانستان میشه که میدانیستن که اینها چقدر به بزرگان خود چی داشتن فرمت جناب روی این بحثی که چقدر افغانستان ما با این شخصیت آشناستیم چقدر ارزش قائل هستیم تفسیری جرف در موردش خواهیم داشت اما اگر اجازه شما باشم نگاهی داریم به آرا و اندیش این مرد و من مایلم که با جناب موسیقی را کنیم. کنم وقتی مرد کتابش در سرزمین نزیلت متحده آمریکا در 20 سال اخیر پرفروشترین کتاب شیر است و به قول جناب استاد که درست است ما محدود نمیتانیم اما زادگاهش بلخ است یک حوزی تمدنی بزرگ بوده یک تصویر بتین برای کسانی که میبین چون کمتر مجال میشه ما برنامه نظیر این برنامه بزرگ داشته باشیم مولانا کی بود؟ آرا و اندیشه های او چرا را قرارت می کرد؟ و صادقانه تصور شما چیست که در امی جغرافه به اسم افغانستان چه شناخت از این بزرگ مرد وجود داره؟ خب اگر من بسیار با کمال خضو و خوشو بگم که من مولانا رو هم به معنی این که از افغانستان هستم و هم به معنی این که آب دریا را اگر نتون کشید چطوری میشه آب دریا را آدم ادعا کنه که آب دریا رو میتونه بخوره یا کشیده یا او بزرگتر از محدوده و زمان و مکان ماست میخواییم اینطوری بگم که چرا شاید فرموده جناب نادری من یک اصطلاح دیگر اضافه کنم شاید بگم که او نه تنها در قالب محدودیت های زمانی و مکانی و اینا نمی شاید بگیم که او شهروند شاید اولین جهان جهان جهانوند است اولین شهروند جهانی است که ما بشریت به وجود درست حالا چرا مولانا این همه بزرگ هست و بزرگ میشه و هی بزرگ میشه آم شاید چند تا نگاست یک نگاه ای که شاید او به اون جوهره که در ادب فارسی داریم جوهره عشق به اون خمیرش همونطوری خودش میگه از خمیرش و ذاتش از اون جوهره ساختش رو متاثر شده بود اما وقتی ما ایر خارج از محدودای از تاثیرات عرفانی و صوفیگری و اینا می در سراسر آثار مولانا مخصوصا دو متن بزرگ مسنوی و دیوان کبیر و دیوان شمس اون دنبال انسان است و این انسان بودن و انسان گرایی اون است که برای هم نه تنها از منو ایرانی و تاجیکستانی نیست بلکه از من انسان این زمان هم نیست آه. و از تا جایی که انسان انسان است مولانا مولانا است و مولانا مو با اون با او صحبت میکنه گپ میزنه درست. شاید گستره افق دیدی اون بینزیده افق دیدی اون باعث شده که این همه بزرگ باشه که بعد شش قرن تازه در امریکا ام و از طرف یونسکو کشف شده آه. پیشتر فرمودین راز بزرگی این مرد بسیاری ها فلاسفه و شعرا در اروپا و امریکا گهگاه میخوان مقایسه کنن بزرگان زبان فارسی را بر فرض سعدی حافظ فردوسی را با بسیاری از کسان که در جغرافیای خودشان زندگی کردن مقایسه میکنن اما جاهای آمده که این مرد به حد بزرگ است که نمیتوان با کسی تشبیه کرد یا هم یک یگانه است چی از تراس بزرگی این مرد هرچند شما اشاره کوچک داشتین که دو اسد ماندگارش دیوان کبیر یا دیوان شمس یا هم مصنوعی معنوی و مردم که برنامه رو میبینن چون در اول مسال کردیم یک تصویر بتین از مولانا مولانا یعنی کی عاشق عارف شاعر معلم چه بود چه؟ در کدام مقوله میتونیم خوب تر تعریفش کنیم بدون تردید عاشق و عشق به معنی مولانا و اون آتشی که حالا یک روایت یک بحث است که میگه شمس من ساختم شمس نبود شمس من ساختم یک بحث تحقیقی این است مقصد جدیدا که چیزی به نام شمس تبریزی به اون شکلی که در آثار مولانا مطرح میشه ای توی نبوده یک شخصی به به اون اون این تاثیرات بگذاره بیشتر اوقات اینا یک بهانی میشه اما میگه من شمس را فریدم شاید بهترین تفسیر اون این بوده که اون بیقراری عشق بزرگ مولانا که ما هم نمیدونیم چون پیشتر مرز کردم در آغاز که چطوری میشه یک دریاره شما از یک نگاهی از, از نگاهی چشمه ببینید آها. یا 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 بیگون جانی بیکرانه بی بیکرانگی اون همون سختگی عشق مخصوص مولانا است عشق مخصوص مولانا یک روایت هم حتی این است که اون با جهان فرازمین فرا هم ارتباط داشت آها. چون چه به راحتی میگه این بحث را. یعنی اون حتی بزرگتر از نگاهاش بزرگتر از این بود که اون ما در مقوله کوی زمین حتی اونو بگنجنیم چون بحث معروف تکاملیش داره ما باعث بسیار فراوانی است که فلاسفه و روشنفکرا و علمای غربی آوردن اینا بدون تردید و بدون هیچ جای بحث آبشخورش مولانا است مثلا بحث بحث بقا در ما اگر مثل... اجازه بفرمایید شما یک پرسش یک قدر مشخص تر چه ویژگی مولانا شما را شیفت ساخت و از چه زمانه بکرانگیش یعنی این هر قدر شما برین به جای نمیرسین و امو فنا شدن است که شما ب... ب... حس میکنین و یک... یک گفته مشهورم هست که میگن او شبیه آبازی بود که روی آب همیشه موج میزد ولی گاه که چنان عمیق فرو میرفت در آب که نمیدانستیم از کجا او خودش موج بود او خودش دریا بود او همه چیز بود و هیچ چیز نبود اون چیزی که شما با مولانا هستین یعنی من فکر میکنم اگر در حوزه چل سی و چند سال که من با ایشان با این روی بزرگ آشناستم اگر بگم من یک بیت را اگر سی و چند سال خونده باشم سی و چند بار سی و چند تجلی یا سی و چند معنی را گرستیم مبالغه نکردم آه، آه. و این نشان دهنده خیلی از کسان دیگه هم داریم که شما با یک دو بار وقتی میرین امو فرودهای معانی را در رو کاملا شما را زده میسازن اما در این شما همون زمان که فکر میکنید سیراب شدید تازه تشنگی شروع میشه آب کم جو تشنگی آور به دست اصلا پرداختن مفاهیم بکر و بی سابقه است که و بکری از اصلا زمان پذیر نیست بسیار تشکر بسیار تشکر چون تابش میگن در هنگام سرودن و گفتن مشنوی معنوی مولانا خود قلم نمیزد این دوستان بود که در سما اطراف او بودند چون شم و شبها می نشست و تا دم صبح می گفت و دوستان به او قلم می زدند و غزلهای خود را هم وقتی به وجه می آمد به سما بر می خواست و آهسته آهسته به سرودن غزل غزلها می پرداخت راز امان گونه که موسی عیسی اشاره کرد ما در زبان فارسی شعرهای بزرگ داریم اما مقایسه مولوی با آنها شاید فاصله بسیار کلان باشه چه چیزی در درون شیر مولوی باعث شد که این مرد این همه در جهان نامدار و پرشکو گردد با نام خدا و درود بر شما بینندگان عزیز و دو تا فرزانه ارجمندی که ما به شاگردان در حضورشان هستم راستی که در مولانا دریاست در و ما ای دریا را نمیتونیم بنوشیم تعابر برای توصیف و تعریف شناساندن مولانا اندک است ما در اختیار نداریم تمام واجه های علمی و تعابیر را که بیتانیم مولانا را تفسیر کنیم و تعریف کنیم اما در اختیار محدودیت های خود و, و, علمی که برای ما تجربیات بشری گذاشته ناچار در چارچوب واجه های محدودی که هست یک, مقایسه بر اساس سوال شما انجام میدیم مولانا در, در دنیا شاعر یگانه است نه تنها در قابل مقایسه با هیچ شاعر فارسی زبان نیست که با هیچ شاعر زبان دیگر هم نیست دلیلش است که او چهار مشخصه شعری رو که ما زبان، تخیل، اندیشه و عاطفه را که ما بین شاعران دیگر و مولانا مقایسه کنیم در هر چهار بعدش مولانا کجا و دیگران کجا از جمله بحث اندیشه اندیشه مولانا اندیشه جهانی است دوستان اشاره کردن نه تنها جهانی که او شهروند جهانی نیست که حتی شهروند آسمان ها هم هست مولانا مولانا بال در بال فرشته ها در حرکت بوده و هست و خواهد بود اندیشه مولانا نمیشه اندیشه های مولانا این قدر جرف و عمیق هست که هم دیروزی بشر را داره هم فردای بشر را داره هم اکنونی بشر را داره به قول استاد که اشاره کرد بسیار از اندیشه که مولانا قرن پیش گفته عالی به عنوان یک راه حل‌های تازه و اساسی برای زندگی بشر مطرحه مثلا سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارخونه است تعصب به یک آفت زندگی امروز بشر و تاریخ بشر بوده و تساهل و مدارا به عنوان یک راه حل جدید قرنها زندگی بشر در روی زمین یک تجربه بشری تلقی میشه این مولانا به زیباترین وجه با حکایت و تمثیل‌های زیبایی بیان کرده فراق بشر را جدایی بشر را از او روح ملکوتی مولانا بسیار زیبا بیان کرده و همینطور بسیار از اندیشه ها را میخوایم می رو بگویم ما چرا نمیتونیم مولانا را با, با شاعران بزرگ مثل فردوسی مثل شکسپیر مثل دان... اثر بزرگ مثل دانتا مقایسه کنیم چرا مقایسه نمیتونیم به خاطر از ما دو نوع شاعر داریم و دو نوع ادیبان بزرگ داریم یکی حماسه سرایانی بزرگ هست که در تمام ملل هست و با تفاوت البته بله. و بسیار هم نامدار هست ما در یک کلم در یک کلمه با با کل حماسه سرایان نمیتونیم مولانا را مقایسه کنیم به این دلیل نمیتونیم که حماسه دفاع از قوم هست یک نوع از تعصب است یک نوع منیت هست یک نوع خود و دیگر سازی است و نمی برای یک قوم در نهایت عزیز است و قهرمان هست امون قهرمان برای جای دیگر ستمگر تلقی میشه پس از این جهت شعر مولانا شعر روح بشر هست هم برای زندگی اجتماعی هم برای اخلاق هم برای روح معنوی به این خاطر است که او درشت. هنو درشت. بعد سالها در آمریکا و کشورهای غربی تازه راه پیدا میکنه و هر چی هم هر چی از فرهنگ مدرنیسم انسان امروز خسته شود باز هم تشنگیش تنها مولانا سهر سخن بسیار یک پرسشی که صادقانه میخوایم رویش تبصیل داشته باشیم چه شناخته از مولوی در افغانستان وجود داره؟ من میخوایم بگویم که در پیوند با همی جنجال های اخیر یک نکتر عرض میکنم بعد میرم بعضی دوستان میگن که چون ما شناخت از مولانا نداریم چون کاری نکردیم حق دعای بر مولانا نداریم میخوایم اینطور کسی دیگه ای گبر نزنه خاطر از اینکه ممکنه یک بچه بی باشه پدرش بسیار اندیشمند بوده باشه بعد سالها کسی دا نمیتونه که تو بچه چون هیچ نسبتی به او پدر از نظر علمی نداره پس او پدری تو نیست پدری ماست این سخن را کس نباید بگوید این که در جمهوری اسلامی ایران در ایران معاصر درباره مولانا کار زیادی بسیار شده شکی وجود نداره و ما قبول داریم اما این که چه مقدار اینا کارهای ابتکاری یا تکراری بر تکراری بر تکراری های محققان غربی است این سخنی به حدیث باز هم و این هم نمیتونه دلیل شود کسی اگر ایرانی ها کار کرده بسیار کارهای ارزشمندی در باره مولانا در, در, غرب شده در, در شرق شده کارهای شاخصی که شما به عنوان کسی که در این حوزه قلم و قدم میزنین و گاه گاهی در ذهن تصویر میکنین و افتخار میکنین که ما هم واقعا به این مرد که زادگاهش در خاک ماست و این همه کار برای شده چونین رفتار کنش را شما در تاریخی وطن ادقل تیزه چهار سال آخر شاید هستین؟ من میخوام بگم که بله یعنی نباید این دو تا نکته ای که ما در باره کار نکردیم ای که تحقیقات ما در افغانستان در زمین مولانا کم هست دلیل این نمیشه که دوستان دیگه ادعا کنه یا ما خود را ملامت کنیم که به همین دلیل ما حق ادعا بر مولانا نداریم او پدر ماست و طبق های ثبت مفاخر و شخصیت های یونسکو یعنی او بهوده نیست ما حتی نمیتونیم که نباید ثبت کنیم ایرا و اصرار نکنیم روی ثبتش به خاطر از اینکه قلای جهان اینمی میاره معیارها را در ولی من یک, یک, یک جایی را نقل قول میکنم که گفتن در جوامع امروز چیزی را عنوان میکنن که مولانا عکس و حرکت کرده بود مثلا وقتی میگه فارغ ز دینم ولی امروز بسیاری ها بان که به وصیت با راوندیشای مولانا چنگ بزنن زیارتنامه برایش می خوانند در می بوسند فرش می بوسند بیان که بدانن مولانا چی گفت چی می گفت داغ, دردش چی بود حالا ما هم اگر یک ادعای احساسی بکنیم فکر نمی کنیم که واقعا مسیری که میریم عکس رفتار خود مولانا است کاملا با شما موافق هستم ما فعلا هیچ نسبتی با رفتار و روح مواج و ملکوتی و بشری مولانا نداریم البته دیگرام هم ادعای هیچ کسی چنین نمی نمیتونه مدعیانی که اگر بخواه اینطور ادعاها بکنم با میارهای مولانا پژوهی ما اونا را میتونیم ملامت کنیم اما نکته ای که وجود داره این است که میخوایم بره بگوییم که مولانا به دلیل میارهای سبت یونسکو یک از دو تا ملاک اونجا هست که میگه شخصیت های رو بعد از قرن ها باید ثبت کنیم متعلق درست، یک درست. محلی ولادت دو بره تاریخ و سه کارکرد و نواوری های ادبی یا علمی شان به این سه نکته و اونها فلسفه داره که چه رقم است ما باید روشن کنیم که این شخصیتی که چنین شعری سروده در چه عصری در چه دوره و شرایطی و در چه مکانی تولد شده یه از جلی میداره سخن بسیار نیک سخن بسیار نیک چون <applause> نادری سایب اون طور که پیشتر با آقای صحبت کردیم میگن این شخصیت بزرگ در بسیاری از جغرافیا تبدیل شد به یک سمبول اقتصادی به یک نماد از اینکه گهگاهی بتانیم با نامش معافل خوشاب رنگ ترکیب بکنیم بیان که بدانیم چی میکنیم حتی بیساری ها نمیدانم تندیس های ساختن به نام رومی یا مولانا که به بیساری ها میتن ولی گلای مردم این که اون مردم پشیز هم در مورد این شخصیت نمیدانند سوالی که من مطرح میکنم هرچند مایلم بیشتر بریم روی آثار ماندگار این مرد قدر تبصره کنیم پیش از او این پرتش را شما میکنم. چه شده که جغرافی هایی که زادگاه این مرد بزرگ بوده در باب این مرد کم فعالیت کرده چرخا کم گشته مجالس ادبی ما کمتر پرداختن معافل کمتر بوده دانشگاه ها کمتر میشناسن نسل نو کمتر با آرای آشنا هستن فکر میکنید چرا این بیمهری نسبت به مولوی بزرگ وجود دارد؟ من فکر میکنم تنها این مولانا جلال الدین محمد بلخی نیست که با یک چنین روزگاری در این سرزمین روبرو شده سال 1873 که 1252 خورشیدی میشه در افغانستان نخستین بار مطبعه ساخته شد و یک نشریه به نام شمس النهار اینجا به وجود آمد تا سال 1357 یعنی تا کودت های سور که گزارش های وجود داشت که در مجموع افغانستان 500 عنوان کتاب چاپ شده بود آها. این نشان میده که در طول 100 سال این مملکت چه مصیبت بزرگی را بر دوش کشیده بود از نظر فرهنگی و بعد از او هم همان مصیبت به گونه دیگری ادامه یافت در 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان پرداختن به شاعران چون مولانا جلال الدین محمد بلخی و حافظ و اینها این ای نو گرایش یا عقبگشت به طرف ارتجاع و تفکر ارتجایی بود تلقی می شد یعنی من به یاد دارم که سال ن در همین حدود بود که دیوان حکیم ناصرخسرو بلخی چاپ شد و بعدا این دیوان گفتن چون وحدت ملی افغانستان را تخریب میکن این دیوان بین ای باد چ شوه ا باد سانسور شوه و پخش نشوه تا اینکه سید منصور نادری بعدا اقدام کرد و خرید در همون کتاب را از پیششان و او توضیح شد آه. ما همیشه با یک سیاست فرهنگی جاهلانه روبرو بودیم حالا دوستان بسیار ناراحت هستند که ایرانی ها میگه که مولانا از ماست من خودم شاهد هستم بارها و بارها که وقتی که بحث های در این ارتباط بوده یک خودی هم, هم،, هم شهری من هم هم زبا همزبان همشهری من مثلا گفته این چیز این کسایی را که شما نام میبرین اینا خو ایرانی ها هستند شما کی را دارین آها. دقیقا در خاطرات میر محمد صدیقی فرهنگ آمده که کمر بسته شده بود تا زبان فارسی کلا از حوزه زبان رسمی افغانستان بیرون شو میگم من بالاخره کلمه دری را انتخاب کردم چون فارسی دری که هر دوش یک زبان است تا همون حساسیت پس شود ببینید شما انبوی از واژگانی که مولانا جلال محمدی بلخی پیامی ملکوتی خود و پیامی عارفانه و عاشقانه خود به ما رسانده امروز در پشت سیمهای خاردار تعصب قرار داره و مری منی بیچاره را تهدید میکنن که این کلمات به کار نبر که تو جاسوس ایران هستی هیچ منطق, منطق ندارم چیزی که در آخر نوشتم به دولت گفتم امروز قبر بزرگان زبان و ادبیات پشتو هم در اون طرف مرز دیورند است از خوشحال خان گرفته تا رحمان بابا تا حمید ماشوخیل و تا تا اینا و غنی خان اونا همه در اون طرف است آها. فردا پاکستان میگه این در امین سرزمین در امین طرف مرز بزرگ شدن همینجا زندگی کردن و همینجا دفن شده تو افغانستان از کجا داری پس تو آنچه که در فارسی داری میبخشی به ایران و آنچه که در پشتو داری پاکستان است تو میگره پس از نظری فرهنگی تو تبدیل میشه به یک هیچستانی بعد اگر تو بروی و مثلا استخوان های سید جمال الدین از انقره هم بیاری دقیقا چیست حالا من میخوام می مثال بگم که اینا که استخوان ها را آوردن درباره این سید جمال الدین افغان چه تحقیقاتی تو انجام دادن ما از این نقطه نظر در یک نقطه بسیار زوف قرار داریم حتی تحقیقات ترکیه ترکها بیشتر تحقیقات بسیار گسترده دارند تاجیکستان داره در هندوستان داره من یک زمانی بر رادیو یکی از رادیو یک برنامه می ساختم درباره مولانا رفتم که کتابایی بخرم یعنی شما من میخوام بازم بگم که یا شاید از جهالت من نشد کنه ما فکر میکنم که تا حال مجموعی کتابهایی را که نویسندگان افغانستان درباره مولانا نوشته کرده شاید با 50 عنوان کتاب به هیچ وجه نرسه و این کتاب های این یک نوع وضعیت ناگوار فرهنگی را نشان میده و امروز دقیقاً که اگر وضعیت همین گونه باشه که ترکیه و ایران با هم تفاهم کرده وضعیت میدان خالی و ایر دیده و این کارا میکنن در افغانستان این برمیگرده به سیاست های حکومت ها سیاست های و ستمگرانه فرنگی که در اینجا حاکم بوده به او برمیگرده که مجال برای تحقیق و مجال برای چاپ و از طرف دیگه افغانستان یک مطبع داشت اون مطبع بعد اختیار دولت بود و دولت اون چیزی که میخواست چاپ میکرد اون چیزی نمیخواست و نویسنده افغانستان همون گونه که امروز از نظر چاپی آثار خود با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو است دیروز خو از این بیشتر روبرو بوده من فکر که این همه عوامل بسیار زیادی بود و از طرف دیگه ما در دانشگاه های خود هیچ کرسی من نمیفهمم ولی استادا اینجا حضور داره بخشی مولانا شناسی نداریم اصلا مطرح نبوده مولانا و تنها مولانا در مابین مردم یک محفل های مردمی بوده بنای مصنوی خانی که می و به زعم خود تفسیر میکردن و تعمیر میکردن که در بعضی مناطق افغانستان وجود داشته ولی هیچ گونه برنامه‌ای برای شناسایی شخصیت های بزرگ فرهنگی که در حقیقت یک زبان مانیفست خود از ادبیات کلاسیک خود میگیره اینجا وجود نداره من ما واقعا مایل هستم که تبصره را بکشانم به جای دیگه اما صادقانه به عنوان یک کسی که در این جغرافی ها زندگی میکنم و نسل جوان خطاب میشیم ما بسیار درد کشیم وقتی شما این مسائل رو زبان آوردین و مایل ما بیشتر از این به ژرف جرف رویش تبصره بکنیم فکر میکنین چی اصطلاحی فکر بسیار خوب به کار بردین سیاست فرهنگی جاهلانه وقت جهان افتخار میکنه وقت جهان از آرا و اندیش های استفاده میکنه فکر میکنین چی تعصب و چی تبعیض چی سیاست تمگرانی باعث میشه که ما همه چیزا بتین صرف به خاطر یک تبعیض یک داره این چی برش میگین شما ببینید ما یک مشکلی که داشتیم در همین حوزه تمدنی که ما افغانستان جزی از او به نام ایران یا آریانا هرچی که بود که حالا یک بخشی از آن به نام ایران یاد میشه که ماجراهای هم داره که مثلا تا سال 1953 به حیث فارس یا پرشیا یاد میشد زبانی فارسی را ایده از متعصبین همیشه از زبان بیگانه تلقی می در حالی که در, تا در حالی که شما تا قرن پنج تا شش تمام سخنورهای زبان فارسی را یا در امین سرزمین دارین یا در دا او طرف دریا در مثلا در بخارا و سمرقند و اونجا دارین ناصر خسروی بلخی میگه در تبریز شاعری دیدم قطران نام که شعر نیکو میگفت زبان فارسی نیکو نمیدانیست و نیفم دیوان اردو ما برش تفسیر و چیزا کردیم ببینین اصلا خواستگاه همینجا بوده ادبیات از همینجا پیدا شده و اینجا رابی بلخی بوده مثلا در اینجا مثلا شهیدی بلخی بوده و در اینجا مثلا دقیقی شانا مسرایی را آغاز کرده بود و در اون, اون طرف چا دریا چا این چیزا بوده چی که مطرح میکنم این است که به مخاطر وضاعت بیشتر شما بتین معنوی منوی یا خود مولوی را نمیشه تنها با زبانش ما مشخص بکنیم او به ام... هم شیر می سرایید او بعد ترکی هم گهگاهی غزلیات گفته بس سوالی که مطرح می‌کنیم این است مثلا گلایه های وجود داره که در گذشته به خود مصنوعی معنوی بدرفتاری میکردن مورد بیمهری قرار و حتی مقوله مشهور است که میفتن اگر مصنوعی معنوی را بفشاریم از او کفر میچکد که بعدها مطالعه کردن دیدن که مصنوعی معنوی فراتر از این حرف است و تا همون گفته مشهور است که قرآن به زبان پهلوی یا فارسی به او خاطر پرسش که ما مطرح میکنیم وقت نمیشناسیم تبیز میکنیم وقت نخواندیم تعصب میکنیم حالا که به او میگن درس های از او چیزی نظیر به آرایش که در متون اسلامی هم است میبینین حالا کتاب بسیار بزرگی وجود داره که بررسی کرده مثلا مصنوی از دیدگاه قرآن چقدر احادیث و مثلا آیه های قرآن مفاهیمش در مصنوی وجود داره که بحثش اینجا نیست من میخوام یک چیز بگم که همه چیز هستی در زبان پیدا میکند شما زبان بگیرین همه چیز میگیرین میگه زبان مانند نور است همه چیز را با واسطه نور میتواندید و نور را با واسطه نور میتواندید تفکر عارفانه مولانا تا حتی برای ما بسیار جالب بود به حیث یک شاگرد علوم طبیعی که را که پیشتر استاد تابش خواند سختگیری و تعصب خامی است تا جنین کار خونا است ای این هین مفای... مسئله ایمبریولوژی یعنی تغذیه جنین از طریق مادر مطرح میشه که 300 سال بعد ویلیام 350 یا بعد ویلیام هاروی انگلیسی کشف کرد که چیزی به نام خون در وجود انسان در گردش است عن ممیش یک, یک کتاب بزرگ در رابطه به این نوشت که مولانا چگونه گپهاش دقیقا با توریها امروزی لحتی د در, 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 در بار نور, نور آفتاب کنجهان قذوا فروخت اندک گر پیش آد جمله سوخت چگونه تناسب کمی و کیفی در مابین پدیدههارا بیان میکن ک انسان حیرت میکنن. من م مهم <coughs> ولی مشخصا اینو سیاست فرهنگی آه. یک یک اینجا بوده که همیشه در زبان فارسی یک نوع مثل یک چیزی یک چیزی که از خود نیست نگاه شده مثلا از خود نیست در حالی که Uh, تمام معنویت یا تمام نه, بخش اعظم معنویت همین هوزه بزرگ فرهنگی به وسیله زبان فارسی انتقال کرده فاس فاسدری ز الام نوم که به ایران تبلیغ داره uh, و در گذشتهها همین هم گونه بدهاا ای شما از حکومتها اون زمان رسانن چگونه نام مناطق تغییر می دادن چگونه مثلا نام دیکده ها را و مناطق تاریخی را شما در شهر بلخ بر... ولسوالی بلخ بروین چگونه آثار تاریخی بلخ آرام آرام به بحانهای مختلف از بین برده شده و فقط یک خانقایی به نام پدر مولانا که اونجا هست به یک دیوار مخروبه و گایی که من این چیزها را می بینم باز می که شرم است که ما با این حالت بخیزیم و بگویم که مولانا از یک بلخ یک پرسش که من می کنم چراایی از بازن مله چ وقتب شخصیت کل جهان پیوسته مین که مردست بزر و انهای یک تناقذات ماست که ماهم خوش داریم که مولانا از ماس و از بلخ است ول زبانش باید در زنجیر باشد زبانشه باید کسان دیگه ب که این واژههایشه به کار ببر این واژههایشه ب کار نک ای واژه را به کار نبر که میشوی جاسوس ایرانی و اصلا تعصب بیشتر هم گفتن تعصب خود خامی و جهالت است این از همون سیاست های جایلانه بوده که در افغانستان وجود داشته افغانستان فعلا در این عرصه یک ناکام مطلق است که با کوچکترین کشوری منطقه هم نمیتونه که در این زمین ها بشنه جوالی شما میگین پینجا عدد کتاب هم نمیرسه وقتی درباره مولانا درباره مولانا, مولانا من نمیدونم دوستا شاید میتونه مرا تصحیح بکنن ما من... یعنی 50 عنوان کتابی که شما دیده باشین که به با واسطه حتی من میخوام بگم در افغانستان همون کسی که عمر خوده یا یک بخش قابل توجهی عمر خود صرف تحقیقات درباره مولانا کرده برای ما شما نشون بدید ما خود نمیشناسم بسیار تشکر بسیار تشکر موسی موسی بزرگوار بس بسیار به نقاط ارزشمند رسیدم صادقانه نمیدونم از کجا ایش ما تبصره را بگیریم کاش وقت فراوان می داشتیم اما پرتشی که مطرح میکنم نمیدانم امین بیت شیر امین لحظه یادم آمد نمیدانم که درست قرارت میکنم خیر میگن که اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنی رفتند آرام افتاد چون بحث تبیز و تعصب شد و اینکه بناحق پیچیدیم به مسائل که به امر مفهوم شاید به ذهن برخیارا کنه اما در متن و در باطن در معنی چیز فراتر از او است آیا وقتی بخوایم ستیزه کنیم صرف به خاطر اینکه زبان پارسی است یا فارسی است با شخصیت های خود در تضاد باشیم و دیوار بسازیم میخوایم این اصطلاح را مطرح کنیم که می شود آفتاب را با دو انگشت بنهان کرد و مثال من ربط داره با مولانا چرا فکر میکنین نتانستیم مولانا را به حد بسیار کوچک امسایه خود بشناسیم بنویسیم صحبت کنیم آرایشه دلیل در کجاست خب شاید بهترین برگشت به اون کلمه تعصب و عصبیت بد باشه سخت گیری و تعصب خامی است شاید ما یا اون کسایی که با مولانا یا با مجموعه دیگه برخوردین توری داشتن و هنوز هم دارن شاید اونا هنوز جنینن هن. شاید ما هنوز از حالت جنینی یعنی مایی به عنوان چیز به نام ملت افغانستان اگر اجازه باشه من اینطوری این بحث اینطوری اینطوری مطرح میکنم که چیگونه میشه شما در یک سرزمین در سال 2010 2015 یا 2016 به مردم اون سرزمین اجازه ندین که به زبان مادری خودشون صحبت کنید و بعد بیاین بگین که مولانا جلال الدین از افتخارات ما بوده آها متوجه بله چگونه میشه که شما از سوی دست به تبعیز وحشتناک میزنید که نبودیش در جای دیده نشده تبعیز فرهنگی که جناب پرتاوی شده کرد و بعد بین مدافع فرهنگ شوین. خب اینا برمیگرده به همون عصبیت و تعصب میشه اگر مولانا زنده بود ازش میگفتن که قانون آموزش عالی افغانستان هشت سال به دلیل دو کلمه دانشگاه و دانشکده قرنطین شده از اونجا در مجلس ماند و مجلس هم که بیشتر صحبتش به زبان فارسی است بعد همین مجلس ما می اعتراض میکنه فرض کنیم چرا ایرانی ها گفته که زبان فارسی زبان ماست مثلا اینا نشانده اینده همون مسئله نشان میده که تعصب و خامی و جنین بودن یعنی چی ما در مجموع قضیه نه تنها ما بلکه حتی ایرانی ها و حتی تاجیک ها و حتی همه بحث ما در مورد مولانا باید یک بحث دیگه باشه یک بار ما بحر در کوزه میخوایم بگنجانیم که این کوزه ها کوزه های ملیست چیزی پدیده از غرب آمده و هیچ ارتباط با فرهنگ ما نداره متاسفانه بهترین خدوت را که این کوزه ها میکنه بحر گلالوت میکنه اون چیزی که برمیگرده به بحر زبان فارسی زبان فارسی زبان قوم زبان مکان زبان زبان خاصی نیست این زبان فرامکان و فرازمان به هیچ کس تعلق نداره مخصوصا به قوم خاصی تعلق نداره یک ملت هم به ما تعلق داره اینم, اینم خودش یک نوع خامی هست این زبان زبان پیشتر معرض کردم این زبان عشق است و همون عشق هم عشق معروف عرفانی انسانی هر کسی میتونه در این زبان از این زبان از این آبشخور استفاده بود درست, درست. نه شما وقتی میخواین این زبان رو بیارین ملی و قومی و مرد اینطوری بسازین بسیار جای این خود از یک نوع تعصب دیگه هست مثلا اگر ما بگیم که من رفتم اونجا در همون خانقای مولانا اینا میشه کسی سوال بکنه که این خانقای مولانا گرد گردش اونجا زمین های وقفی و وقفی داشته همون خانقا بله. سیستم نظام اسلامی طوری بوده که هر جای مدرسه مدرسه بوده زمین های هم بهش وقف میشد تا مصارف فزیر الهال الابد هم زمین های وقفی از وجه در از اون از اون وجه بپردازن این زمین ها را گا و قلبه میکرد کسانی که در اطراف خانی مولانا زندگی میکنن ناقلین هستند که زبان فارسی رو نمیفهمن درست؟ اگر هم ایرانی ها فقط به زمی ازی که بگن چون ما خیلی روی مولانا کار کردیم یا کار میکنیم یا چون خیلی دوست داریم یا ترک ها یا عربا بیان یا اروپایی ها بین, یا اروپای ها بین یا یونسکو بین درست زمان ما نام مولانا رو شنیدیم که یونسکو پیش قدم شد اون سال مولانا رو اعلان کرد و بعد افغانی گفتن فلان یک کتاب بسیار مزخرفه خجالت آور رو وزارت فرهنگ چاپ کرد که کاشور چاپ نمی کرد کتاب رو چاپ هم نکرد نسخه نیکلسون رو گرفت دوباره فوتوکوپی کرد به شکل بسیار وحشتناک به خیال مردم داشت از ما با اونان یک کسی که مربوط به این خاک و آب هست حالا به هر دلیل یا مسقط و رأس ما کابل است ما میخوایم بگم که هزار بار ایرانی و ترکی و عرب و آمریکایی حق داره که بگم مولانا از ماست و هزار بار ما باید با خجالت بگیم که این از ما نیست بر برای اینکه ما چیکار کردیم و چیکار میکنیم درست،, درست یک مثالی که شاید خیلی دردآور باشه ولی حداقل به خاطر که برای مردمی که برنامه را میبینن و شناخت بیشتر ندارن یک مثال ساده داده باشیم چند پیش تبصره کردند که اگر بر فرض مولانا مولوی حیات می بود در افغانستان و قونیه هم نمی رفت شاید امروز یک سناتور انتصابی در درون پارلمان می بود یعنی اگر وضعیت مردم شناخ و درک می بینیم جایگاهی بیشتر از اون نمی شد به مولانا داد چون درک ما میقدر وجود داره و مسائل که شما یاد کردین و کاری که وزارت اطلاعات فرهنگ در بابش کرد ولی بیشتر صحبت کردیم در مورد مسائل بیرون خود مولانا اگر یک پل بزنیم درون مولانا روی دو تا اثر ماندگارش که مایل ما هستم در مورد مصنوعی معنوی قدره به مردم بگوین کدام شخصیت مولانا را شما میتونین بیشتر متبلور بسازین عارف بودنش عاشق بودنش شاعر بودنش معلم بودنش و در کل مصنوعی معنوی چرا میگه به ما سوال خیلی مشکل است ما فکر میکنم که شاید بسیار درست نباشه که ما از مولانا عارف بشناسیم به نظر ما اگر مولانا را تصویر بکنیم به،, به خورشید از خورشید نورهای اگر 360 درجه بگیریم 360 نور از اون میای بیرون هر کسی به زعم خودش اون رو میشناسه عارف فکر میکنه اون یک عارف و صوفی بود بیشتر تصور ترکا از او یک عارف است چون چون رقص سمار رو مد کردن تقسیم از رقص سما در ترکیه تبدیل شده به یک درآمد توریستی برای برای غربی ها یک آدمی آدم بی سواد و بی و در کابل از او خان خود درست میکنه های هوی میکنه دور بر از گروه مولوی ها یا اینا رو درست کردن شاعر فکر میکنن که شاعر بسیار زبردست بوده فلاسفه بکنه فیلسوف فقیم برحال مفتی جهان اسلام بود ما امتور که اول گفتم که شاید سوال که درست نباشه این است که بگیم کدام بود شخصیت این همه بودی و تمام بودی برجسته است. آها. اون همه است. نمی گنجد در این به هیچ وصف شما مولانا را نمیتونه. اگر شما سعدی رو به راحتی میتونی کار کنید در حق حضرت سعدی. حتی حافظ رو به راحتی میتونن بکن. حتی آقای چیز فردوسی را چون چه اشاره شد حماسه فلان آورده ولی همین که میره حماسه رو میره از اون طرف یک نوع ضد عربی را شما میبینیم یک نوع نجات پرستی را درش میبینیم اما این برون از این, از دنیا است. درست. مولانا را فرض کنیم یک کسی است در ماهواره ها در بین این سیارات در زندگی میکنه و بعد یک کسی هم باید باید با کره چسبیده میگه این کره کره زندگی ماست. تا با کره دیگه عصبیت داره. این فراتر و والاتر و بزرگتر از این است که اینو این بیرم در قالب پرسش من این بود که بر فرض وقتی مشنای منوی را با بیت از بشنو از نهی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند آغاز می کند بسیاری ها تبصره کردن که در مشنای معنوی مولوی بیشتر به یک معلم میماند که درس میدهد به بشریت و مسیر زندگی را مسیر زندگی معنوی را برشان مشخص می کند سال من بودش این بود که وقت نسل حاضر در افغانستان گاه تصور کنند که میرن مصنوی میخوانند مشنوی چه میتونه به تبر کسی که مصنوی قراعت انسانیت به شما میگه شما انسانین و انسان انسانم هستین که من ملک بودم و فردوس برین جایم و شما رو از اینجا میبره بیرون و از همه عصبیت های بیهوده شما رو خالی میبره با دین و با دین چه می میتونین بزنین در این وسط اون چیزی که حضرت مولانا هست کاملا مراد مراد در تمام اشعار و آثارشان یک مسلمان در این جای شک نیست اما مسلمانی مولانا با مسلمانی که حالا هست شاید زمین تا آسمان فرق داشته باشه چه فرقی بر فرض خب میگه که ما از قرآن پوست را برداشتیم مغز را به دیگران بگذاشتیم فرق شکل و قالب و محتواست شاید او به جوهر معانی قرآن رسید شاید او به محتوا به مغز رسید دیگرا به پوسته رسیده شما شما میبینین که اسلام امروزی حتی اسلام بعد از حالا نمیده ده سال بعد ببینین اسلام پوسته است اسلام محتوایی نیست اسلام محتوایی به انسان آزادی میده اسلام امروز آزادی را از انسان میگیره انسان منهای آزادی مطرح میکنه انسان امسلا, امسلا اسلام امروزی به شما میگفت که شما به جز خداوندی که هیچ در توصیف نمیگونجه بنده هستین الان ما بنده بنده هر جنبنده هستیم از اون طرف ما میگیم که اسلام مرز نداره از اون طرف هم خیلی میبینم خیلی مرز داره آه. وقتی که ما میگیم مولانا از ایران است پس مرز داریم دیگه وقتی میگیم مولانا از فلانی از ایران نیست ما مرز داریم دیگه اسلام محتوایی در درون شما بدون این که شما را به تعبد بکشانه شما را به آزادگی میرسنه شما را به رهایی میرسنه یعنی در یک کلام قرائت مولانا و مولوی از اسلام چه بود؟ اون پوسته است امروز دیگران به پوسته و اون به محتوا میپرزه به پوست به شکلیات و اعتنای نداره چه قدر آموزهای دینی امروز فکر میکنید در افغانستان هیچ هیچ امروز ما مخالف همه چیز هستیم چیزی بیخودی خودی ما داریم الان شما ببینید هر کسی که یک متر ریش داشته باشه و یک هفته امام نرفته باشه و از, از از, جهان عالم و آدم بی خبر باشه این میشه جزء علمای شورای علمای مسلمان ای علماء مسلمان اگه ببینین که در تمام زندگیش یک صفحه نوشته باشه یک صفحه خونده باشه بسیار جای تاسف است بسیار جای تاسف است بسیار سخن پرمغز سخن پر مخس. جناب استاد بحثی که فکر کنم دقایق آخر برنامه است تبصره می کنیم همان گونه که موسی صاحب اشاره کردن نمی توان مولوی را در قالب و اوصاف گنجانید او فرا انسان بود که میشه چند بودی خطابش کرد و همین لحاظ پرسش که من مطرح میکنم اینجا نگاه مولانا به مسائل نظیر جامعه بشریت اخلاق و یک زندگی آراسته چی بود شما هم حتما مولوی خواندین مولوی میشناسین آرا و رو تعقیب کردین در یک تصویر کلی بلحاظ جامعه شناختی چه پیامی از مولانا و مردم خواد گفتین به نظر من در مرتبط با سوال قبلی شما باشه است که چیزی که مولانا را یگانه کرده ای است که مولانا جامعیت مولانا است مولانا تنها شاعر نیست و شاعر هست داستان پرداز نیست داستان پردازم هست در قله و سوار خیال عجیب سوار خیالش در اوج است اند فیلسوف و اندیشمند و متکلم نیست تنها و در اوج هست اه فقیه نیست هست در اوچ بنابراین اه, چیزی که مولانا را نسبت به هر کسی دیگر و هر شاعر دیگر و هر مسلمان دیگر یا هر دیگر در دنیا گانه کرده او جامعیت مولانا است جامعیتش واقعا در هر بخش اگر وارد شویم او رو مقایسه و تطبیق بدیم با دی دیگران در حوزه خاص او متفاوت است و برشت در داره دو شعر رو می در ارتباط سوال دوم شما بای. یک شعر خواندید شما اول منو معنوي ست او زبان حال تنها مولانا نست بشن ن حكايت من واز جداها شكايت مند ا شععر زبان حال انسان هست انسان در طول تاريخ تا بوده و تا هست از آدم از بهشت رانده شد زبان حا ا شعر هست تا تو ه امروز مهاجر هسته در سطح اوليهوو در مهاجر نیستی در وطن هستی اما از 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 عدم اتصال با معنویت و, و آسمان ها رنج میبری همه زبان حالت از تو میخوانی و لذت میبری و بایش گریه میکنی این ای یک یک ظرفیت عجیب تفسیری و انعطاف تفسیری در زبان او هست که او بس برجستگی میده شعر دیگری داره که میگه ای برادر تو همه اندیشه ما تو استخان و ریشه ای که میشه کل مجموعه بحث های اساتید محترم را در این شعر ریخت و خلاصه کرد و اویست او است که انسانی مورد نظری مولانا انسانی یا حتی ما اگر در ارتباط بحث های جناب استاد بحث کنیم و سوال شما مسلمانی مورد نظری مولانا مسلمانی است که اندیشه درش است اندیشه ای که رها از تعصب هست اندیشه ای که در جستجوی آفاق فراتر از حسارهایی است که انسان ها او را در گرد خود کشیده اینها مجموعه همین ویژگی ها که در اشعار مولانا در اوج و, و شکوهمندی هست اینها تاریخ نمیشناسد مرز شناسد زمان نمیشناسد بنابراین عاطفه مولانا تنها عاطفه اندیشه هم نیست که او فلسفه باشه تعقل باشه چنان در این بیت بود که او تاکید میکنه ای برادر تو همه اندیشه ما بقیت و استخوان ریشه ای درست اما وقتی در اول مصنوع شروع میکنه از نینامه فراق ناله او اوج جدا از بحث اندیشگی او او سراسر عاطفه است او سراسر فراق است او سراسر جدایی است او میناله و, و هیچ کسی نیست که تاب فراق و و چه, و چه پیام برای نسل نو در این باب تارین خیلی کوتاه پیامی که من میتونم داشته باشم است که نسل نو عزیز الگوی ما الگوی انسانی ما الگوی اسلامی ما الگوی دینی و غیر دینی ما مولاناست. مولانا ما باید اگر انسانیت را میخواهیم بفهمیم اگر رابطه انسانی و اخلاقی با خود میخواهیم معنا کنیم و پیدا کنیم باید رفتار مولانا و گفتار مولانا را برای خود الگو قرار بدیم و هر چیزی که بر ضد ازی باشه مثل تعصب و تعصبات مطرح و جبهه سازی ها و فرقه سازی ها اینها را تشکر هرچند هم کارا هیچ فرصت نیست ولی من ما مایل هستیم فقط دو یا سه جمله پرمغز از شما هم داشته باشیم شرایطی که وطن رنج میبره مبایسه افراطیت است و قرائت های مختلف از دین هست که متاسفانه بسیاری وطن حلقی زندگی را بر ساکنانش هر روز تنگتر می سازه. پرسش من این است که اگر بخوایم قرائت بسیار معتدل از دین داشته باشیم نمیتوان به مولانا رفت آیا نماده نیست ببینید من فکر میکنم که هم بازم با به حساب گفته خود مولانا منبع یا سرچشمه تمام اختلافات دور بودن از حقیقت است نرسیدن به حقیقت است بسیار تمثیل ساده داره چهار نفر بر راه میروند و یک افغانی یا یک یک گروه پیدا میکن یکش میگه انگور میخرم یکش میگه استافیل میخرم یکش میگه عنب میخرم یکش میگه اوزم میخرم با چهار زبان و با هم میافتن و کسی میگه میگه مشکلی شما چیست میگه مشکل ما این است او میگه من از این یک یک پیسه آرزوی همه شما رو برآورده میسازیم این در تجلی این این قراءت ها از عدم شناخت است و مسئله که به نظر ما که مولانا زیاد مولانا بیشتر متکی عشق استرلاب اسرار خداست پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود هم در این راه گر خرد رهبین ره بودی فخری رازی رازدار دین بودی مولانا باورش است که خداوند را با عشق می شود شناخت خرد محدود و کوچک انسان آنقدر کوچک است که با ای خود محدود و کوچک نمی شود آن مفهوم لایتناهی و بیکران را شناخت بینن باید انسان عشق داشته باشد و عشق می منبعی منبع یا اساسی زندگی برای ما بین با ما باشد و در رابطه ما باشه ما بین با ما و خداوند ما مشای صاحب آقای تابش نادری صاحب بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و بسیار تشکر بینندگان عزیز که این بحث غنامند را شما تا آخر دنبال کردین و امیدوار کسب فیض کرده باشین از سخنان پرمغز و پرمایه مهمان محترمی که با من در این بحث حضور داشتن بارزای کمان روزه که یک بار دیگر ما بتانیم برگردیم به اون دوران اوج خیش دورانی که بزرگ مردان چون مولوی و کسان دیگر قد قامت برمی افراشتند و باعث افتخارات و عزت به این وطن میشتند تا برنامه دیگر پاینده بمانید درود خدا نگهدار